سلام بچه ها، سوشا رضا هستم. بسیار بسیار خوش اومدید به یه ویدیو دیگه توی کانال. امروز میخوام بهتون بگم که چجوری بتونید با باستر سورد که توی بازی مانستر هانتر هستش، یه شمشیری پهنه، از شمشیری دیگه پهنتره و یکی از کاراکترهای بازی هم داره اونا، میخوام بگم که چجوری با این بتونید به مانستر ها حمله کنید، باشون بجنگید و شکستشون بدید. شاید اول بازی که رفته باشید سراغش بگید خب چقدر خفنه، پس اینو بگیرم، ولی وقتی که مرحله اولش و دومش رو خواستید برید دوچار مشکل شدید، چون این سلاح واقعا سلاح تقریبا حرفه‌ای دیگه، خیلی ساده نیست و مانستر هم که سریعن دیگه بدتر. امروز کامل یادتون میدم چجوری باش کار کنید و آخر ویدیو هم یه اتک ریزی به یه مانستر سنگی به نام بروس میزنیم. با ما باشید، قبلش کانال رو سابسکرایب کنید بچه‌ها، ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم درباره بازی مانستر هانتر سوالی درباره هر سلاحی هر چی داشتید بذارید توی کامنت ها، با کمال میل بهتون جواب میدم. بیشتر از این معطلتون نمیذارم، بزن بریم سراغ باستر سورد. خب بچه ها، الان ما اینجاییم با باستر سورد، شمشیر فوق خفن و خیلی هم پهنه. خب چند تا نکته وجود داره. اولین نکته خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما اگه مثلث رو بگیرید اتک میزنه، اتک معمولی. ببینید واسه خودش شروع میکنه اتک زدن و همینطور اگه نگهش دارید همینطور میزنه. حالا اگه مثلث رو بزنید و رو به جلو حرکت کنید این اتفاق میفته. همینطور مثلث رو بزنید و رو به جلو حرکت کنید این اتفاق میفته. یه دو پرشی به عنوان مثال دو بار میچرخه میزنه، خیلی مفید میتونه باشه وقتی مانستر از شما دوره، حمله میکنید دخلشو میارید. خب حالا اومدیم و دیدیم یه مانستری مثل توبیکاداچی سری رفت پشتتون و از پشتتون داره آماده میشه که بهتون اتک بزنه. اینجا شما دو سه ثانیه وقت دارید که چی؟ که مثلث و دایره رو با هم بگیرید و این اتفاق بیفته. الان من مثلث و دایره رو که با هم بگیرم این میشه، اول شمشیر رو میارم بیرون، این اتفاق میفته بچه. ببینید زد پشتش، از اینجا هم نشونتون بدم، میزنه پشتش، اتک به پشتش میده بدون اینکه برگردید، بدون اینکه برگردید اتک رو میزنید به پشتتون. میتونه به مانستر برخورد کنه و فکر کنم 20 تا هم دمیج بده شاید اگه به سرش بزنید. اینم مفید میتونه باشه اگه رفت پشتتون دیگه نمیخواد برگردید، تا وقت برگردید و جا خالی بدید هم نفستون کم میشه، استامیناتون کم میشه، همین که مانستر زده. واسه شما خیلی ساده، دایره و مثلث رو بگیرید خیلی راحت یه دونه بزنید تو سرش از پشت. نکته بعدی به درد وقتهایی میخوره که مانستر فلج شده، لنگ شده، خسته شده، خابیده، زدینش خستش کردید و دلتون میخواد که یک اتک سنگینی بهش بزنید تا از جاش بلند نشده، کارشو بسازید کلن از پا درش بیارید. مثلث رو کافیه برید پلوش، چون که کاری تو نداره دیگه، چون وقتی که میفته و فلج میشه هیچ کاری باتون نداره، افتاده واسه خودش داره دست و پا میزنه. مثلث رو نگه دارید، فقط نگه دارید، ببینید شارژ میشه و میزنه. اما به نظرتون این اتکی که الان میخواد بزنه، آیا به نظر تو این که الان زد اتک قویه؟ به هیچ عنوان اتک قوی نیست، این یه اتک معمولیه بچه. شما باید مثلث رو دقیقا دستتون رو وقتی از روش بردارید که به آخرین درجه خشمش میرسه. ببینید دو تا درجه خشم داره، اینجا رو دقت کنید، یک دو، بعدش باید دستتون رو بردارید. الان من یه بار انجام میدم، دیدید که شمشیر آتیشی میشه و بهش ضربه میزنه. یه بار دیگه بریم با هم دیگه، همین الان کارشو در جا میسازید، یک دو به آخرین درجه که رسید میزنید. خب بریم سراغ ترفند بعدی. نکته بعدی همون ترفندمون، وقتی که یه سری موجودات کوچیک، مانسترهای کوچیک دورتون جمع میشن. حالا نباید، حالا نمیشه واقعا دورتون حلقه بزنن، ولی خب
چون زیادن مثلا یه دفعه دو سه نفر، دو سه تاشون رو اینجا میبینید، دو سه تاشون رو اون ور میبینید و شما تقریبا وسطشونید دیگه. چه کار میکنید؟ از دایره استفاده میکنید. شما اگه دایره رو بزنید این اتفاق میفته، میچرخونه واسه خودش، میچرخونه همینطور. اگه نگه دارید یه تنه ای هم میزنه همینطور که الان زد. ببین آه، وقتی که تنه میزنه اینجوری، ببین نگاه کن، آه تنه که میزنه استامیناتون نصفش کم میشه. اگه استامیناتون زیاد باشه کمتر کم میشه، ولی خب استامیناتون رو خرج میکنه. ولی اگه یه بار بزنید به نظرم حله. ولی راحت این شمشیر باستر سورد یه نکته جالبی که داره، میتونید دفاع کنید. مانسترهای بزرگ روشون جواب نمیده دفاع کردن. مثلا یک مانستری مثل رافالوس، رافیان، اینا خب وقتی که بالای سرتون هستن، این چیه؟ چه وضعشه؟ خسته شده. اوکی بیا، رافالوس، رافیان، اینا وقتی که بالای سرتون هستن، خب اینا مانسترهای بزرگ محسوب میشن، نمیتونید دفاع کنید چون میزنتون، شلوپلتون میکنه. این فقط یه شمشیره بچه‌ها، در برابر مانسترهای کوچیک میتونه جواب بده. مثلا توبی کازاچی شاید جواب بده، بروس جواب میده به نظرم. مانسترهایی که پرواز میکنن خیلی کم جواب میده، مگر اینکه رو زمین باشن و بخوان بهتون بزنن، مثلا با دمشون، با دم بخوان بهتون بزنن. چه کار میکنید؟ آردو رو نگه میدارید. آردو رو نگه دارید یه اتفاق میفته. ببینید شروع میکنه سپر گرفتن، دفاع کردن، و وقتی که کارتون تموم شد با دفاع کردن میتونید سری ضربه بعدی رو بزنید به مانسترتون. مثلا بریم روی این امتحان کنیم، البته این موجود وحشی نیست. بله ببینید الان وحشی شد و رفت. اینجور اتکی بهش زدیم و خیلی راحت. خب بچه ها تمام نکات مربوط به باستر سورد رو بهتون گفتم، و اینم که خسته شد اصلا، داره میمیره، داره خون بالا میاره. با دو تا نکته گفتیم دیگه. نکته طلایی همه تونم میدونید، حتما با دکمه مربع سلاحتون رو باید تیزش کنید. ببینید مربع رو که بزنید تیز میشه و اون علامت اون بالا زیر استامیناتون کامل پر میشه. این یعنی سلاحتون تیز شده. وقتی که به ماستر ضربه میزنید اون یکم کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی با تیزش کنید. چجوری تیز میکنن؟ با استفاده از این گزینه، دقیقا این مربع رو بزنید خودش تیز میکنه. فقط یادتون باشه وقتای این کارو بکنید که مانستر خوابه، ازتون فرار کرده، فلج شده، تقریبا میتونید این کارو بکنید، چون 2-3-4 ثانیه طول میکشه تا وقتی که دوباره سر پا بشه. مال ما هم که داره فلج میشه، چه کارت کنیم تو رو؟ بچه اینجا نکات تموم شد، بریم با یه مانستر هم بجنگیم با این سلاح. خب براس همینجاست بچه ها، فعلا که ما رو نمیبینه، ولی خب یه اتکی بهش میدیم بعدش جنگ شروع میشه. خب بذار اتکه رو بدیم بهش. خب براس عصبانی شد. بای بای، این از این کارش همیشه متنفر بودم. بچه الان میخوام گارد بگیرم. ببینیم آه گارد رفت بالیکو بزنیم. اوی بیا اینجا بینم، با آردو اگه گارد بگیرید، آه ببینید دفاع کرد، خیلی ساده. یه بار دیگه فرار کرد اصلا. بروس خدافظ. خب اینم بود از آموزش باستر سورد بچه ها، که به بروس هم حمله کردیم. بدبخت داشت میرفت بخوابه، نصف شبی زدیم تو سرش همین اول کار. بروس حقت بود، اول کار خیلی منو کشتی. دوستان خیلی ممنون که تماشا کردید، امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. از این به بعد با باستر سورد بیشتر کار کنید. بچه ها کار با بقیه سلاح ها نکاتشون رو حتما توی ویدیوهای آینده که درباره مانستر هانتر اگه بود
حتما بهتون میگم که چجوری با بقیه سلاح کار کنید. فعلا این باستر سورد رو در نظر بگیرید، لذت ببرید بچه از باستر سوردتون، همیشه بپرید روی سر مانسترتون، فقط یادتون باشه باید صخره پیدا کنید. خیلی ممنونم که تماشا کردید، شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم و تا ویدیو بعد، بای بای.